برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی در دیدار با گروهی از اصحاب رسانه بر اهمیت نقش رسانه در هدایت جامعه و انتشار حقایق تأکید کردند. ایشان رسانه را زبان جامعه دانستند که وظیفه دارد حقیقت را بیان و مردم را به سمت درستی هدایت کند. آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی از رسانه‌ها خواستند با آگاهی و تقوا به مسئولیت‌های خود در نشر ارزش‌های اهل بیت علیهم السلام و خدمت به عراق عمل کنند و حقیقت را با شجاعت به جامعه منتقل کنند. بیابانزایی در منطقه بحر نجف به عنوان یک بحران زیست محیطی در حال ظهور است که میتواند اکوسیستم، کشاورزی و پروژه‌های تولیدی را تهدید کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند تأثیرات مخربی بر منابع آبی و خاکی خواهد داشت. با کاهش بارش‌ها و افزایش دما، کشاورزان با چالش‌های جدی در تأمین معیشت خود روبرو هستند. ضرورت دارد که تدابیر فوری برای مقابله با این بحران و حفظ منابع طبیعی اتخاذ شود. محبان اهل بیت علیه السلام در مصر یادبود ورود سر امام حسین علیه السلام را آغاز کردند. این مراسم در مسجد امام حسین علیه السلام در منطقه جمالیه برگزار می شود و تا 29 اکتبر ادامه خواهد داشت. این مناسبت مهم جمعیت زیادی را به خود جلب کرده است. در این مراسم زائران با برپایی فعالیت‌های دینی و اجتماعی ارادت خود را به امام حسین علیه السلام نشان می‌دهند. گفتنی است که نظرات مختلفی درباره مکان دفن سر امام حسین علیه السلام وجود دارد که در این رویداد به بحث گذاشته می‌شود. دوره ادبیات فارسی معاصر و کلاسیک در دانشگاه شرق شناسی تاشکند آغاز شد. این دوره به همت مکتب عالی ایران شناسی و افغان شناسی برگزار می شود. هدف از برگزاری آن پر کردن جای خالی ادبیات فارسی در دانشگاه است. در مراسم افتتاحیه بر ضرورت این دوره تأکید شد. اولین جلسه با حضور استادان ایرانی و افغانستانی و دانشجویان علاقه‌مند به ادبیات فارسی برگزار شد. این دوره به پیشنهاد و با پذیرش دانشگاه شرق شناسی تاشکند راه اندازی شده است. وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق اعلام کرد که کمیته تخصصی از مسجد کوفه بازدید کرده است تا علل پیدایش قارچ در دیوارهای این بنای تاریخی را بررسی کند. این کمیته به منظور آماده سازی برای مرمت و بازسازی وضعیت دیوارها را بررسی کرده است. مسجد جامع کوفه یکی از قدیمی ترین مساجد جهان اسلام است و اهمیت تاریخی و مذهبی زیادی دارد. حفاظت و نگهداری این بنا در دستور کار وزارت فرهنگ و گردشگری عراق قرار دارد. در پی واژگونی و انفجار یک تانکر نفت در شمال نیجریه دست کم 147 نفر جان باختند و 50 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس نیجریه اعلام کرده که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. این حادثه اواخر سه شنبه رخ داده و آتش سوزی ناشی از انفجار تانکر باعث این تلفات گسترده شده است. مقامات در حال بررسی حادثه و کمک به مجروحان هستند. این انفجار یکی از مرگبارترین حوادث مربوط به تانکرهای نفت در نیجریه به شمار می رود. دولت اندونزی به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها مهلت داده تا 17 اکتبر اقلام خوراکی خود را بر چسب گذاری حلال کنند. این کشور از سال 2014 برچسب گذاری برای رستوران ها و محصولات غذایی را الزامی کرده و این ضرب العجل برای اطمینان از مطابقت با قوانین اسلامی تعیین شده است. محصولات یا رستوران هایی که گواهی حلال ندارند
باید اعلام کنند که با قوانین اسلامی مطابقت ندارند، اقدامی که ممکن است بر فروش آنها تأثیر منفی بگذارد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خورشید به اوج فعالیت خود در چرخه 11 ساله رسیده است. در این چرخه خورشید بین فعالیت مغناطیسی کم و زیاد تغییر می‌کند. ناسا اعلام کرد که در اوج فعالیت خورشید از حالت آرام به طوفانی تبدیل می‌شود. این افزایش فعالیت می‌تواند بر ماهواره‌ها، فضانوردان، سیستم‌های ارتباطی و شبکه‌های برق تأثیر بگذارد. همچنین فرصتی برای یادگیری بیشتر درباره خورشید فراهم می‌کند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که نوشیدن روزانه چای می‌تواند به کاهش سرعت پیری و ارتقاء سلامت کلی و طول عمر کمک کند. این تحقیق نشان داده که مصرف منظم چای نه تنها به بهبود خلق و خو منجر می شود، بلکه تأثیرات مثبتی بر تأخیر در پیری بیولوژیکی دارد. طبق این برنامه نوشیدن حدود 3 فنجان چای در روز معادل 6 تا 8 گرم برگ چای به دستیابی به این مزایا مرتبط است.